شاه تا این زمان با موفقیت و البته با تحمل بر مشکلات غلبه می کند و برنامه ها و طرح‌های خود را پیگیرانه دنبال می نماید. اینک تاریخ را ورق می زنی. در این زمان امیر عباس هویدا نخست وزیری ایران را عهده‌دار بود و به نحو احسن و با جدیت تمام کلی سیاست‌های پادشاه را به مورد اجرا می‌گذاشت. او در یک مصاحبه تلویزیونی در اشاره به بی‌سوادی و نحوه مقابله به آن گفت که به دستور پادشاه ایران سپاه دانش متشکل از جوانان داوطلب از رده‌های مختلف نظامی تشکیل و رهسپار اقصی نقاط مملکت می‌شوند تا با استفاده از بودجه خاصی که برای این منظور اختصاص یافته با مشکل بیسوادی مقابله کنند. جهان غرب با احترام آمیخته با نگرانی به پیشرفت‌های ایران در زمینه‌های مختلف به خصوص تقویت ارتش می‌نگرد. زمانی که پادشاه و ملکه ایران که به هر حال سهم مهم و عظیمی در این گونه پیشرفت‌ها و تحولات داشتند به دعوت دولت آمریکا وارد این کشور می‌شوند، مورد استقبال رسمی و محترمانه پرزیدنت کندی و سایر بلندپایگان آمریکا واقع می‌شوند. اما علی‌رغم این ارتباط به ظاهر دوستانه، پرزیدنت کندی برای اولین بار از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA درخواست می‌کند که نحوه کنار گذاشتن پادشاه ایران از صحنه سیاست و قدرت را مورد بررسی قرار دهد. و این در حالی است که پادشاه ایران به نحو عمیقی به سیاست و سیاستمداران آمریکایی اعتماد داشت و هرگز نتوانست به خود بقبولاند که ممکن است واقعیت به نحو دیگری باشد. احتمالاً یکی از دلایل این اعتماد آن بود که محمد رضا پهلوی از همان ایام جوانی تمایل داشت که به عنوان وزنه قابل احترام در نظر سیاستمداران و رهبران جهان غرب جلوه کند و به همین دلیل در طی سالیان متمادی بارها جهت گذراندن تعطیلات کوتاه و بلند مدت به کشورهای مختلف اروپایی سفر می‌کرد. پادشاه در سفرهای خود به سوئیس خاطرات دوران جوانی و تحصیل در فرانسه را به یاد می‌آورد و پندها و اندرزهای پدر را در ضمیر خود زنده می‌کرد. در این حال ملکه ایران جانب احتیاط را از دست نمی‌داد و به نحوی عمل می‌کرد که ارتباط خود را با گوشه و کنار کشور و مردم مناطق مختلف از دست ندهد و این در حالی بود که مد را رعایت می‌کرد و ارتباط صمیمانه‌ای با مطبوعات داشت. جنرال دوگل رئیس جمهوری فرانسه نیز یکی دیگر از شخصیت‌های بزرگ تاریخ بود که توانست با پادشاه ایران روابط دوستانه‌ای برقرار کند و شخصیت او را مورد ستایش قرار دهد. در واقع جنرال دوگل بارها پادشاه ایران را یکی از مهمترین شخصیت‌های سیاسی جهان نامید و اعلام نمود که به سیاست‌ها و رهنمودهای وی اطمینان فراوان دارد. پادشاه در بازگشت به کشور خود از سفرهای خارج با استقبال کم نظیر مردمی روبرو می شد که او را سازنده ایران نوین می دانستند. گفتنی است که ملک فاروق پادشاه مصر در سال 1965 در روم درگذشت و فرزند او که به امید جانشینی پدر و به دست آوردن تاج و تخت سالهای زیادی را به انتظار نشسته بود، کالبد بیجان پدر را تشییع می کرد. به نظر می رسید که تاریخ در حال تکرار این ماجراست. افرادی که به روحیه و طرز فکر پادشاه ایران آشنا هستند می گویند که وی در سراسر عمر می کوشید تا قدرت و همت وجودی خود را آنچنان که پدر از او انتظار داشت نشان دهد. شاید به همین دلیل بود که در یک مراسم پرشکوه اقدام به تاجگذاری خود و همسر خیش ملکه ایران نمود. او در آن لحظه خود را همپای پدر می دانست. دیگر مقایسه‌ای وجود نداشت، زیرا او به مقامی فراتر و بالاتر از آنچه که پدر برای وی در نظر داشت دست یافته بود، یک پیروزی کامل. محمد رضا پهلوی در مصاحبه‌ای راجع به اعتماد عمیق مذهبی و دیگر مسائل می‌گوید: من به هیچ وجه بی‌رحم نیستم و نمی‌توان این صفت را برای من قائل شد. مازالک به آنچه که ایران وطنم به آن دست یافته است افتخار می کنم و به هیچ وجه این موفقیت را به خودم نسبت نمی دهم. من اعتماد عمیقی به خداوند و قدرت لایزال او دارم و معتقدم که انسان در برابر ابدیت و درگاه الهی بسیار ناچیز است. در هر حال باید اذعان کنم با توجه به آنچه که در کشورم روی داده و پیشرفت هایی که نصیب من شده است، جای گفتگوی بسیار وجود دارد.
سوال این بود که محمد رضا پهلوی در چه زمان خواهد توانست به آرزوهای خود دست یابد. در لحظاتی که مراسم تاجگذاری انجام می گرفت، پادشاه ایران حالت خاص احساسی خود را نشان می داد که به نظر بسیاری از آگاهان این طرز فکر و احساس نتیجه تربیت و پندهای پدر بود که در طی سالیان دراز قبل از آن در روح و قلب فرزند خیش قرار داده بود. نزدیکان محمد رضا پهلوی میگویند که او در اعماق قلب خود به دنبال کسب اعتماد به نفس بود و به همین دلیل دائما تلاش داشت تا از موقعیت‌های مختلف برای این منظور استفاده کند. به همین دلیل شاید جشن‌های 2500 سال شاهنشاهی در ایران در تخت جمشید با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار شد، چرا که پادشاه قصد داشت از این تری با سران کشورهای دیگر جهان برقرار است. این وضعیت تکرار دیگر در تاریخ ملت و مملکتی بسیار کهن به شمار می آمد که مجدداً در صحنه وسیع تری مطرح می شد. جشنهای 2500 امین سال شاهنشاهی در ایران به خوبی داستانهای 1001 شب را زنده می کرد. درآمد رو به ازدیاد نفت باعث گسترش قدرت و عملکرد پادشاه گردید. همزمان با افزایش برنامه‌های دولتی، فشار ساواک نیز بیش از پیش اعمال گردید. در این زمان محمد رضا پهلوی به عنوان پدر سعی داشت که فرزندانش با در اختیار داشتن همه امکانات رفاهی با روحی سرشار از امید به آینده پرورش یابند. فرزندان پادشاه در اماکن مجلل و به دور از جنجال‌ها و هیاهوهای روزمره زندگی می‌کردند و شب‌ها تا دیر وقت در انتظار پدری بودند که کار و فعالیت بسیار داشت و علی‌رغم خستگی فراوان فرزندان خیش را به هیچ وجه تنها نمی‌گذاشت. به همین دلیل به نظر نزدیکان پادشاه و به دلیل تعلیم و تربیت خاص ملکه، فرزندان پادشاه از دیدگاهی کاملا متفاوت از آنچه که مطبوعات ترسیم می‌کردند به پدر خود می‌نگریستند و پادشاه نیز آرامش فکری خود را در نزدیک بودن با فرزندان خیش می‌یافت. فرح پهلوی با 4 فرزند به مانند دیگر مادران دلسوز سعی می‌کرد که فرزندان خیش را از مسائل حاشیه‌ای سیاسی به دور نگاه دارد. ملکه همیشه لبخندی بر لب داشت، اما در زوایای قلب و ضمیر خود با دلهوره و تشویش به آینده نگاه می‌کرد. آینده‌ای که به نظر وی بسیار مبهم و تاریک می‌نمود. اما وی در ظاهر نگرانی و ناراحتی درونی خود را هرگز بروز نداد و علی‌رغم تحمل ناراحتی‌های گوناگون، خنده همیشگی را چاشنی لحظات سخت زندگی می‌کرد و بدین وسیله آرامش فکری بیشتری را برای نزدیکان خیش فراهم می‌ساخت. آگاهان به مسائل ایران میگویند که محمد رضا پهلوی در سراسر عمر خود سعی داشت تا آنجا که در توان دارد آنچرا که پدرش برای ملت آرزو داشت و از او انتظار میرفت تحقق بخشیده و به آن جامعه عمل بپوشاند، که البته تحقق این خواسته با توجه به احساسات درونی و فشار روزافزون از جوانب مختلف کار ساده و آسانی نبود. پادشاه برای تحقق برنامه‌های مختلفی که برای ملت و کشورش در نظر داشت از کلیه نیروهای جسمی و معنوی و روانی خود استفاده می‌کرد، زیرا او خود طراح و سازنده 4 چوب و مکانیسم کشوری بود که در آخر عمر فرو ریختن و از هم پاشیدگی آن را نظاره می‌کرد. بدین سان کلیه ارکان کشوری و دولتی با از میان رفتن پادشاه بر روی هم فرو ریخت و از بین رفت. محمد رضا پهلوی در مصاحبه‌ای گفت که در بسیاری از لحظات زندگی و عمر خیش با الهامات الهی روبرو بوده و به همین دلیل معتقد است که به وی مأموریتی مقدس سپردند که باید به هر نحو ممکن آن را به بهترین وجه به انجام برساند. او می گفت می‌بینیم که بعضی از موفقیت‌هایی که تاکنون نصیبمان شده به هیچ وجه قابل توجیه نیست، اما به نظر من و به احتمال زیاد قدرتی لایزال ما را هدایت و رهبری می‌کند و مطمئنم تا زمانی که مأموریت‌های محوله را به نحو احسن و با موفقیت به انجام نرساندم در اینجا بوده و پس از اجرای آنها نیز به هر حال همه چیز برای من پایان می‌گیرد. در این زمان جیمی کارتر که به دلیل نفرت و انزجار آمریکاییان از سیاست‌های غیر اخلاقی دولت نیکسون بر سر کار آمده و رئیس جمهور آمریکا شده بود، حمله انتقادی به ایران که زمانی دوست نزدیک آمریکا به شمار می‌رفت نمود و با توسل به حقوق بشر وی را هدف قرار داد.